و فهمیدم چرا تلفظ کرده بودم این جمله را به ناگهان در حضور گیبرژه سالها پیش در سکرتریای دپارتمان ما. دانشجوی دکترا بودم. آنچه مهم است رابطه است و او ساکت ماند و پاسخ نداد. دیشب اشکم سرازیر شد چون با کیبورد در این متن می نوشتم حرف بعد از حرف و حس می کردم دستم هر لحظه حرف بعدی را انتخاب می کند در کلمه‌ای که نوشته می شد و شبیه بود به کلمه بابا. آن کلمه کلمه باز بود. باز در گیومه. دقایق پیش در مورد دور هشدار مانند بود. دوبل که بسیار قوی در نوشته های تجربه نفسانی هم در 2018 حضور پیدا کرد. بسته است در گیومه که پیام دکتر جسپن بود آخرینش با نوعی تبسم تلفظش کرد برای سرگردان کردنم و اصرار کرده بود قبلا در مورد رجوع به روانکاوی با گفتن من روانکاو نیستم و همچنین جمله دیگرش که از نوع جملات برژه است. حقیقت شما چیست؟ سوال آن روانپزشک بود. در حالی که تمامی حقیقت و حتی اینکه حرفی ندارم با شما بگویم، شما در آنچه هموطنان شما با من کردن بیگناهید را به او گفته بودم. ممنوعیت انتشار دکترایم را همچنین. همانند استادی که سرش را پایین گرفته بود تا با حالات صورتش دستش رو نشود، در هنگامی که دفاعیه دکترا را می‌خواندم، سر دکتر جسپن پایین بود با بیان این سوال. سوال حقیقت شما چیست؟ برژه از من سوال کرده بود در راهروی دانشگاه تو کی هستی؟ و در دکترایم نوشتمش بدون نام بردنش و نوشتم اگر تو بگی کی هستی من به تو میگویم کی هستم. برژه را بدون پاسخ گذاشتم، همانند رفتاری که با هر فردی از این نوع در زندگیم داشتم. دکتر جسمن سرکوب میکند با جمله‌اش که بسته است بود، چون به حد می‌دانست کلمات در من به لرزه در می‌آیند. در متن بالا نوشته نشده همانطور که روزی به من گفت شما را از نظر تفکر تغذیه نمی‌کند. وقتی به او گفتم ندا به من حالت بدی می‌دهد و ندا 26 سال داشت، یه زن ایرانی. به خوبی این پزشک روانپزشک می‌دانست من کیستم. برژه و زنی که مرا به دنیا آورد هم می دانستن من کیستم و دلیل تزریق سم به من همین بود. دکتر جسمن کلمه باز را به خوبی به خاطر سپرده بود که ناگهان در یک ملاقات تلفظش کرده بودم در حضورش. باز به عنوان اسم به زبان فرانسه و نه به عنوان صفت در فارسی. سرکوب روان من است توسط این پزشک روان پزشک. با معکوس کردن زبان روح من که باز است. باز در گیومه. مرلو پونتی می نویسد بدن خودش را در دنیا پرتاب می کند و معنای پروژه این است. پرت کردن در جلو. برژه و جسمن از توانایی خواندن سطح عالم توسط من مطلع بودند. چون فروید در جلو پرتاب نمی کند بلکه به عقب برمی گرداند و حبس می کند. با برژه انرژی و سخن را از دست داده بودم. برای همیشه بمیر دهنت رو ببند. معنای معکوس همه چیز باز است. به بند برژه است که به من گفت. روزی به من گفته بود برای چه پیرها را دوست داری؟ جمله دیگر از این فرد و سال دوم دکترا بودم و معنای معکوسش پنهانش این است هر دفعه کثیفت میکنم باز هم میخوایی. از سال یخ زدن ثبت نامت در سال 5 دارم کثیفت میکنم. همانطور که در 2018 نوشتم برای تأخیر انداختن است. آنچه دکتر جسپن، برژه و فروید انجام می دهد. آنچه است که نویسنده نوشته زیبا در مورد عدد 21 با آن موافق نیست. دنیا را پشت سر بازیکن قرار دادن. همان چیز است که در متنی نوشته بودم که در فرانسه و در ایران به سرم آوردن. زمینم را از زیر پایم کشیدند. یعنی سرگردانی، چون زمین نداری. هر بار زمینی داشتم کسی آن را از من گرفت. خریدن آپارتمان کوچکم در 1396 را زنی که مرا به دنیا آورد به حساب خودش نهاد. در این متن آورده شده پیش از این و همچنین قبلش فریاد زد در خیابان بدون نگاه کردن در صورتم مانند همیشه ازش داری استفاده می‌کنی.
به عنوان زمینی که صاحبش است در مورد یکی از دو آپارتمانش که همون ایام چندین بار به من گفته بود با یکی از این دو آپارتمان را به نامت بکنم و من از دفتر ثبت اسناد چگونگی این کار را سوال کرده بودم که بایستی می ماندن در خیابان همانطور که انگلیسی ها مرا در خیابان انداختن در حالی که به من بدهکار بودن حقوقی که قانونن بایستی ماهیانه به من پرداخت کنن. کارمند شهرداریشان به من پاسخ داده بود هیچ کمک مالی شامل حال شما نمی شود. همانطور که سینقست بزرگترین سازمان تحقیقی دولتی در فرانسه پیشنهاد مرا رد کرد به نام داستان زندگی و حقوق فرد برای دپارتمان مهاجرتشان سرکوبی آزادی شهره خط فرار شهره همانند زن ایرانی که سرم داد می زد انگار بهت پسش ندادم خرج زندگیش را طی چند سال پرداخت کرده بودم در فرانسه و قرضی که سری دوم دادم که هزینه شرکت واردات صادراتی را که باز کرده بود پرداخت می کشید را بالا کشید 30,000 فرانک همان ایام در محله راه می رفتیم و به من گفته بود تو بانک من هستی و احساس بندی به من دست داده بود و به پلیس تلفن کرد تا مرا در خیابان بیاندازد و با برادرش جرم را طراحی کرده بودند که با چاقو خواستم این خانم را بکشم می خواستم این مطلب را در بالا بنویسم 12/21 است چوب دستی در دست چپ پرسوناژ است معنای یک که اولین حرف نام خدا نیز هست الف یک شناخت شروع کرده بود به شکل گرفتن و در بدنم حسش می کردم در مورد بدنم و در مورد عالم مادرم بدن مرا حس کرد هر بار و آن بار که در مسافرتم به ایران خاله بزرگ با تعجب و شعف گفت چقدر تنش قشنگه از بیرون همگی برگشتیم خانه و در حال پوشیدن لباس منزل بودم و آن خانم که مرا به دنیا آورده سکوت نگه داشت و در همین منزل خاله ام و همین بار با خنده تمسخرش این خانم یعنی مادرم که و در حضور مادر خودش به زبان شمالی گفت مثل پسرها میمونه و متوجه شدم اعتمادی داشتم به یک مادر که زنانگیم را مورد توجه قرار دهد کاملا اشتباه بوده و من تنها هستم و شکی بزرگ بود برای من غم‌انگیز همانند برژه که مسئولیت استاد تحقیق بودنش را به جا نیاورد و دو جمله های زننده همانند این یک مرا سرکوب کرده بود نامم را بهت دادم در مورد پرزیدان انجمنی که باز کرده بودم باشد در حالی که انگشت کوچکش را بالا نبرد برای انجام اقدامات و در تمامی اقدامات هم نام من به کار رفت. همانند زنی که مرا به دنیا آورد و در تماس تلفنیم با او فریاد زد مگر من دختری تنها نبودم. و مانند همیشه آن زمان هم نمی فهمیدم یعنی چه زبان قفل بسته اهریمن. کربن نوشته است فایل نبودن و مجهول شدن و در فایلم در مورد عدد 20 ذخیره شده است. یعنی دگرگونی که در من به وقوع پیوست در 2018 و در 2020 ادامه پیدا کرد و شاید هر سال در همان موعد. و سومین روز 2020 با تهی کردن بدنم مانند این که بیرون از بدنم باشم و آن را نگاه کنم چون معکوس حضور میافت دنیا برعکس شده. سطح عالم بدنم است بدن من به عنوان یک کارت و بی دلیل نیست امشب دانستم کنسپت به مسابقه کارت نزد دلوز یعنی چه دلوز دوبل من است و چشم بسته انتخابش کردم معنای چشم هپتیک است که چشم سر نیست دکتر جسمن می دانست این توانایی را دارا هستم و می خواست آن را از دست بدهم با به سوی روانکاوی سوق دادن من و هنگامی که به دکتر عمومیم که اصلش از چین بود از نزد روانکاو رفتن کلمه‌ای به زبان آوردم مخالفت را در صورتش دیدم عالم ارگانی بیولوژیک ندارد و یک فضای درونی شده است که توسط مابین می‌خواند یعنی چشم سوم چشم هپتیک چشم دست در گیومه به بیان دلوز
اضافه می کنم و در متن به در متن فرانسه زبان این صفحه نوشته نشده است. در کتاب تندیس پیامبر جبران خلیل جبران یکی از نقاشی های جبران دست است و در کف آن چشم نقاشی شده است. این چشم نقاشی دیگری در این کتاب است و این بار بزرگ شده و قابل تشخیص است در جزئیاتش. قده تیروئید من قده های زاید زیادی آفرید و سپس یک سرطان به سراغم آمد. چون در خود فرو می دادم. تا می کردم و خواندم امشب در مورد قضاوت که نبایستی تا کرد. نوشتم در این متن که داخل بدنم را می دیدم. طی تجربه 2018 بدون سر و از جایی که گردن به تن وصل می شود. این داخل را می دیدم. امشب چند خط از متنی را که والری نوشته است را خواندم. در مورد فضای خصوصی باطنی. در حالی که متن در مورد چشم سوم است. موضوع دکترایم برای من دسترسی خط تیره به وجود آوردن این فضای خصوصی که آن را انتیم نامیدم بود و در مقابل سوسیال به عنوان اجتماع آن را قرار داده بودم و این کلمات و این کلمه سوسیال در تیتر نام دکترای من وجود دارد و با خود میگویم درون تنم که تاریک بود و در آن بودم این فضای باطنی بوده است. این دنیای خصوصی که میتوان در آن بود و هیچ کس نمیتواند آن را اشغال کند. این پیست است که مرا رهنما نمود اینجا در 2020. 20 سال پیش 2001 دفاع شد دکترا و عدد 20 به قضاوت ربط دارد در بازی تاروی مرسی. این فضای خصوصی خدای فردی من نیست که پنهان است و دوست دارد شناخته شود. این از زیر و رو شدن داخل و بیرون که واقعی چشم سوم را پدید می آورد که شناخت هایی می دهد که بدن آنها را دربر دارد. چون بدن فاقد ارگان اصطلاح دلوز عالم است و همه چیز در روی عالم نوشته شده است. شهود پریشب در حالی که دراز کشیده بودم برای به خواب رفتن و حالا جور در می آید. این شناخت ها در روی سطح عالم که در داخل بدن گذارده شده است و بدن فاقد ارگان پنهان است چون نامرئی است. تنها توسط چشم هپتیک قابل خواندن می باشد. این عالم است که روانکاوی به سکوت وادارش می کند و حبسش می کند در دنیای کوچکی که از مامان جی شاش بزرگ بنا شده است. اودیپ معبد شناخت است، خانه خدا که عشق است، شادی، همانطور که دلوز می نویسد و نه یک داخل حبس شده، یک زندان تا شده، بلکه عکس آن، تای باز شده، طول، چون زمانش حال جاودانه است، نه حبس شده، به عنوان گذشته‌ای که موجب شرم است و خود را کور کردن، چون ادیپ آنچه به پدر تعلق داشته گرفته است از او. داستان فروید اساس دانشی که او ساخته است. ادیپ سرپیچی کرد از فرمان، یعنی از حد، با رفتن بر روی سرزمینی که متعلق به پدر است. دزدیدن آنچه به او، یعنی به پسر تعلق نداشت. در نتیجه چشم هپتیک به عنوان شناخت که تصورش کنم مورد سوال قرار دهمش در 2018 حضور نیافت چون وقتش نرسیده بود. ولی در 2020 عدد 20 حضور یافت. نوبت فاز قضاوت و سکوت که زبان بدن فاقد ارگان است عالم را به لرزه درآورده و پلی که عالم است را باز می کند. خواندن، خط تیره، نوشتن مستقیم بدون واسطه. مستقیم دوبل است که مرا با چشم بسته انتخاب می کند. نه یک عشق انتظایی، ولی آن یک که من انتخاب خواهم کرد و مرا انتخاب خواهد کرد. با چشمان بسته دوبل من که فقط مرا دارد. به دلیل عشق یکدیگر را نجات دادیم با رها کردن عشق و من. یک خط انتظایی هستیم فقط، مانند فلشی که فضای خالی را طی می کند. ترک مطلق. مانند همه شدیم، ولی به روشی که هیچ کس نمی تواند مانند همه شود. دنیا را در روی خود ترسیم کردیم و نه خود را در روی دنیا. ژیل دلوز.
یک رستاخیز داشتم چون زمان عالم واسط زمان ازل است و زمان عیان و خیال است که مرا در عالم واسط سفر داد در حالت بیداری و مرگ و سپس متولد شدن دوباره را زندگی کردم. به نظرم چشم هپتیک اپوکه واژه یونانی در پدیدارشناسی است. پروسس اپوکه است به نظرم. صورت، شکل و ماده از دست دادن برای نامرئی شدن و با چشم بسته دوبل خود را انتخاب کردن در بدن که بدن فاقد ارگان را پدید می آورد. به نظرم چشم هپتیک چشم پشت رو شده است. بالا پهن و پایین باریک و برعکس شدن چرخیدن پایین به بالا و بالا به پایین. بالا نقش ذره‌بین دارد، لامسه است چون چشم از درون لمس می کند برای طی کردن کنتکست. کنتکست یعنی زمینه برای خواندن آن، خواندن آن چه نامرئی است و به این دلیل بدن فرارسیدن شهود را که آن را به لرزه در می آورد حس می کند چون چشم مبدل به سطحی شده است که باید بایستی خودش را بخواند. این است فعل زمیردار که نامش پرونومینال است در گرامر فرانسه که در متن در مورد عدد 21 وجود دارد. آسمان خط تیره زمین برپا هستند به صورت وارونه به عنوان مابین، سطح مابین، همانند ساعت ساعتی که ساعت شنیست. معنای دید به صورت وارونه که چشم به عمل می آورد از چیزی. چشم بر روی عالم قرار می گیرد و بین آنها یک قله و این قله خواندن خط تیره نوشتن همزمان است. لامسه فرد دراز کشیده در غرب توسط دید خط تیره نگاه که یک خط است برپا خواسته می شود. وارونه، زبان معکوس، چوب دستی جادویی، وضعیت سر پا بودن، خط تیره زندگی است. ارکستری که از یک نفر به وجود آمده که عالم را به لرزه در می آورد. باز هم تجاوزی دیگر و سمی دیگر است که بجره کثیف به من پرتاب کرد با گفتن شهوت بیخیالی زندگی من، با پرسیدن از من با چه درآمدی زندگی می کنم. در حالی که 5 سال زمان کرونوس از زندگی مرا گرفت با ایجاد تأخیر. این خانش خط تیره معناست که شوق اجزای عالم است در آفریدن ریتم خودشان و برعکس این اجزا که جهان را به وجود می آورند با شوق خود نیرو مهیا می کنند برای چرخش جهان. فروید تفسیر کرده است غریزه جنسی را که شاید برای او غریزه زندگی است. نگاه شهوتی تماشاگر جنسی است که از سوراخ خدر صحنه نزدیکی والدین را نگاه می کند.